به نام رحمبان مهربان خدای جهان، درود و سلام خدمت شما بینندگان، شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه های تلویزیون صلح و سلام. امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستید، خصوصا شما فارسی زبانان عزیز در کشور عزیزمون ایران و عزیزانمون در افغانستان و تاجیکستان، خوب و خوش و سرحال و سالم باشید و از دست این کووید 19 و کرونا فعلا جان سالم به در برده باشید و دچار و گرفتار این بیماری و مریضی هم نشوید. آرزوی ما سلامتی برای تک تک شما عزیزان و خانواده محترم شما در هر کجای این عالم و کره هستیست. خب امروز هم ادامه میدیم بحثمون رو با یکی از عزیزانی که خب دو جلسه قبل رو با ایشون بودیم و حول محور اسلام و آتئیست و مسلمان و آتئیست و موضوع جلسه قبلمون خشونت در اسلام یا رحمت، یعنی اسلام دین خشونت است یا دین رحمت، جلسه رو داشتیم و صحبت کردیم و امروز هم قصد داریم که ادامه بدیم اون موضوع و اون به اصطلاح مسائلی رو که در جلسه قبل فقط تونستیم بهش اشاره بکنیم. در خدمت جناب آقای آزاد فارسانی هستیم، معرف حضورتون هستن و دو جلسه قبل هم در خدمتش بودیم، این جلسه هم هستیم و تا جایی که امکانش باز هم از محضرشون استفاده خواهیم کرد و گفتگو و مناظری بسیار دوستانه و به اصطلاح صمیمانه با هم خواهیم داشت. عرض خیر مقدم و سلام و درود خدمت شما جناب آقای فارسانی عزیز. منم عرض درود و ادب دارم خدمت شما جناب آقای زربندی عزیز. شما فرمودین به نام مهربان خدا، منم میگم به نام خرد و مهر و صلح و دوستی و سلام. عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیزی که در تلویزیون صلح و سلام هستند و دوستان عزیز و نازنینی که در سرزمین مادری یا در سرتاسر جهان این گفتگوی دوستانه رو دنبال میکنن. خب جناب آقای فارسانی اگر موافق باشید من یک به اصطلاح مقدمه برای شروع در بحث و ادامه بحثمون و اینکه بتونیم بحث رو مقدار بازتر بکنیم و بینندگان و شنوندگان و مخاطبان ما و شما بتونن مقدار این بحث رو واقعی‌تر و ملموس‌تر دنبال بکنند، من اجازه بدید یک بحثی رو شروع بکنم، یک مقدمه، حالا شاید مقدار طولانی‌تر هم باشه ولی خب رعایت وقت هم خواهم کرد. یک سوال اساسی و یک سوالی که به ذهن من مسلمان و مدافع از دین اسلام برام مطرح هست و البته منی که میگم مدافع، نه بحث اون دفاعی که در جلسه قبل هم شما فرمودید که مسلمان ها، شیعیان و حالا خصوصا شیعیان و اهل سنت وقتی که بحث دفاع از دین اسلام میاد رگ گردنشون میزنه بالا و با یک به اصطلاح تعصب و یک حدت و شدت خاصی مسئله رو دفاع میکنن که گویا اگر دفاع نکنن دیگه همه چیز در این دنیا به هم خواهد خورد و از بین خواهد رفت. البته خب یقینا من عرض کردم دفاع من دفاع معقول و منطقی، امیدوارم اینجوری باشه، خواهد بود و تمام قصد و نیت من و دوستان من و امثال من اینه که بتونیم یک نگاه و یک به اصطلاح یک تصور بسیار زیبایی از این دینی که ما مدافعش هستیم برای مخاطبین ما و برای شما عزیزانی که خب از این به اصطلاح از دین و از خدا برگشتید و رفتید در منطقه دیگر که به حال من فکر میکنم اگر دقیق نگاه بکنیم باز هم هر دو میتونیم بگیم که در یک سمت و سو و یک جهت هستیم. شما از عقل و خردی صحبت میکنید که گویا نتیجه و یا اینکه بنمایه تمام این احکام و دستورات دینی مثل اسلام هم همین هست، ولی این چطور مخلوط و ممزوج شده که قابل تشخیص نیست و کسی اون رو نمیتونه اینجوری قشنگ بیان بکنه که همه این حرفا و صحبت ها بر همون عقل و خرد است که شما دوستان میفرمایید، خب این مهم نیست که خیلی سخته،
خیلی مشکله و شاید کار زیادی خواسته باشه که بتونیم این رو حلش بکنیم. اما نکته ای که من امروز میخوام روش مقداری زوم بکنم و روش کار بکنم اینه که یه سوال کلی و اساسی از شما عزیزان و خصوصا مثل شما جناب آقای فارسانی که قبلا مسلمان بودید، شیعه بودید، حافظ قرآن بودید، رشته درسیتون الهیات بود و در این وادی بودید که به هر حال تماما با قرآن و با دین و با احکام دینی و فرامین دینی و اون هم اسلامی و شیعی سرکار داشتید و به سرم میشه گفت که بیشتر زندگیتون تا الان در اون شقه بوده. سوال من اینه که دلایل عمده‌ای که یک شخص مثل شما از این دین بر میگرده و این دین رو پشت سر میذاره و رد میشه و ازش میگذره و میگه که نه من این دین رو نمیخوام، من به نظر من حالا در تحلیل و اون بررسی که خودم داشتم به دو تا دلیل عمده رسیدم. حالا این رو من مطرح میکنم، شما هر جا که لازم هست یعنی در بعد از صحبت من این رو میتونید اصلاح بکنید، رد بکنید یا قبول بکنید که بتونید دربارش صحبت بکنید. اولین دلیل عمده ای که بارها هم بهش اشاره شده و من هم اشاره کردم در جلسات گذشته، دیدن عملکرد و اون به اصطلاح خروجی که از اسلام از قبل حاکمان و عالمان و فقیهان و پیروان و متدینین دین اسلام در سطح جامعه و در کف جامعه دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک انسانی که به هر حال جستجوگر هست، خب یقینا یک کشاورز نمیاد مثل شما از دین مثلا از دین برگرده و بیاد به یک جایی دیگه و منزلش رو عوض بکنه، چرا که اون اصلا در اون وادی نیست. پس کسانی که مثل از تالی میان اسلام رو کنار میذارن، دین رو کنار میذارن، خب دنبال یک چیزی میگردن، افراد محققی هستن و قابل احترام هستن و همین که اهل تحقیق هستن و اهل کنکاش و جستجو هستن، این واقعا خودش جای تقدیر و احترام داره. دوستانی که مثل حضداری درس خوندید، در مشاغل دولتی هم بودید و در جاهایی بودید که با افراد مثل برادر خامنه ای سرکار داشتید، خب طبیعتاً چیزهایی رو دیدید، چیزهایی رو شنیدید که اصلاً براتون قابل تصور نبود و با اون آموخته های شما از دین اسلام و اون چیزی که به شما گفته شد و به شما آموزانده شد متغایر بوده. حالا از احکام کلی که در دادگاه های به اصطلاح ایران ما امروزه صادر و اجرا میشه تا اون چیزی که در جوامع و در بین مردم در روابط اجتماعی شاهدش هستیم، وقتی که گفته میشه که یک شخص به خاطر دزدی باید دستانش قطع بشه و قطع میشه با اون هم حالا با چه شکل وحشیانش، و یا اینکه چشم یک نفر باید به قصاص در بیاد، یا اینکه بدتر از همه کسی رو باید اعدام بکنن و حکم اعدامش رو صادر میکنن و اون رو اجرا میکنن به هر دلیلی، عرض میکنم به هر دلیلی، حالا از مواد مخدر گرفته تا به اصطلاح اتهامات که عرض کردیم مثل نرخ شاه عباسی توی جیب آقایون هست، دست آقایون هست، میریزن برای همه، که یکیش از اون اتهامات محارب هست، یکیش چه میدونم تشویش از هان عمومی هست و شوراندن جوانان بر علیه نظام هست و همین ها، و حکم اعدام اجرا میشه و بسیاری از اون ناعدالتی ها و نابرابری هایی که در جامعه دیده میشه، این میاد شخصی رو که دنبال یک به اصطلاح نور میگرده مقداری جلوش سد میکنه و متوقفش میکنه و اون رو به فکر وادار میکنه که اگر اسلامی که من خواندم یا من فهمیدم که در کتابش یا در مصادری که به دست من رسیده اینها توش نیست،
و مغایر کلی هست با تمام اون آموخته های من و یا اون چیزی که حداقل فکر می کنم من از دین انتظار دارم. چون به حال دین مثل یک مادر مهربان قرار است برامون باشه، یعنی ما رو حمایت بکنه، زندگیمون رو، نوع کارمون رو، حتی در تمام جزئیات زندگیمون قرار بود مثلا دخالت بکنه و در پیشرفت زندگی و خوشی زندگیمون. ولی وقتی میبینم این عملا در جامعه‌ای مثل ایران اسلامی که میشه گفت که از تنها کشورهای مسلمان شیعی هست در سطح دنیا و اون هم با حاکمیت یک فقیه و یک عالم دینی و یک آیت الله، وقتی که این رو میبینم خب خیلی اون عملکردها و اون چیزی که در جامعه اجرا میشه برای من زننده است. این خراب میکنه منو، این منو اصلا داغون میکنه و میتونه یک استوبی باشه برای من که دوبارش فکر بکنم. این یک دلیل. و خب میشه گفت که خیلی از عزیزان و دوستانی که مثل استالی که به حال برگشتید از این دین و نخواستید پیرو این دین باشید، میتونه این باشه. و یا اینکه بگیم که نه، اصلا خیلی ها اونقدر به اون آزادی و به اون به اصطلاح قدرت رسیدن که اومدن حاکمان رو، متدینین رو، اعمال و رفتارشون رو همه رو گفتن که نه، ما به اینا کاری نداریم، مثلا ربط به اینا نداره این حرف ما و صحبت ما، ما داریم از متن سند خود اسلام که قرآن باشه میخوایم حرف بزنیم و سند بیاریم و بگیم که ما از همونجا فهمیدیم که این دین یک دین خشن هست، دینیست که رحمت درش نیست و همواره با خشونت توأم هست و اعمال رفتارش اینجوری به اصطلاح ازش میشه نتیجه گرفت. و در این قضیه هم اومدم، حالا من تقسیم کردم و تقسیم میکنم که چه افرادی میتونن از متن قرآن سند بیارن که باز هم دو دسته تقسیم کردم این عزیزان رو و این افرادی که میخوان مستقیما از خود قرآن سند بیارن. یک دسته از اون افراد یا میان چیکار میکنن؟ از متون، قرائات ها و تفاسیر و ترجمه هایی که دیگران دارند اون رو استفاده میکنند، میان از به اصطلاح اون چیزی که علمایی که برداشت های غلط اونها باعث شده که حاکمان رو دستشون رو باز بذاره و اون کارها رو بکنن، از همونها استفاده میکنن و خود شخص هیچ آشنایی با قرآن نداره، به زبان عربی نداره و اصلا اصطلاحات و اون علوم قرآنی و اون چیزایی که خب آشنا هستید از اونها خبری نداره، صرفا یک نقل کننده هست و این رو میخواد یک به اصطلاح دلیلی قرار بده بر اون چیزهایی که خودش داره استدلال میکنه و پایه‌ای میخواد باشه برای اون استدلالاتش و ازش استفاده میکنه. یا اینکه نه، شخصی هست که زبان عربی رو میفهمه، از علوم قرآن سر در میاره، آشنا هست با این نوع صحبت کردن، از محکمات، از متشابهات، از آیات مدنی مکی و و چیزهایی که خب در علوم قرآنی و در این رشته معروف و مشهور هست آگاه هست و آشنا هست و اونها رو میدونه. یک نفر هست میخواد اینجوری از اسلام انتقاد بکنه با این پیشینه علمی. به نظر من نقطه ما یا اون موضوع بحث ما الان با حضرت عالی در این قضیه هست که ما میخوایم روی این نقطه اخیر که ما با شخصی، یعنی من به عنوان مدافع از دین اسلام با شخصی میخوام صحبت بکنم و گفتگو و مناظره داشته باشم که قرآن رو میفهمه، با زبان عربی تا حدود آشنا هست و از اون جزئیات علوم قرآنی چیزی سر در میاره که خودش زمان حافظ قرآن بوده و به اصطلاح میشه گفت که کاملا آشنا و هست و در این وادی هست. و استدلال این عزیز مثل شما جناب آقای فارسانی این قابل صحبت و قابل برداشتن هست و میتونیم روش صحبت بکنیم. حالا این تقسیم بندی من رو
اولا شما آیا میپذیرید، قبول میکنید که این تقسیم بندی به این شیوه و اون روشی که من الان برداشت کردم و اینجور تقسیم بندی کردم درست هست؟ اگر درست هست یا اگر انتقادی دارید بفرمایید که بتونیم وارد مرحله بعدی بشید. من عذرخواهی میکنم که طولانی شد. اختیار دارین، استفاده کردم. نه اتفاقا خیلی هم سوال خوبی هست، هم تقسیم بندی خوبی هست. اما خب چون شما در مورد شخص من سوال کردین، حالا اگر من عرایزی رو میگم امیدوارم حمله بر خود ستایی یا چیزی نشه. حالا از میکنم، حالا عذرخواهی میکنم، شما هم با نگاهی به این کلیت سوال و هم اینکه حساری جایگاه شما در این سوال و در این موضوع جایگاه شما چی هست توضیح بفرمایید. من چون میخوام هم بر اساس پرسشگری و تحقیق پاسخ بدم، هم بر اساس تجربه، و عرض کردم اگر چیزی عرض میکنم امیدوارم حمله بر این نشه که من دارم در مورد شخص خودم صحبت میکنم، دارم تجربه خودم را با دوستان به اشتراک میذارم. و من اگر افتخاری داشته باشم این هست که شاگرد مکتب سقراط هستم که میگفت من خرمگس هستم و توی گوش شما وزوز میکنم تا بیدار شید. من تنها افتخار اگر بتونم داشته باشم اینه توی گوش اون کسانی که به قول سهراب سپهری در حال دویدن به آواز حقیقت هستند یه وزوزی بکنم، مثل یه خرمگسی، مثل یه مگسی، تا شاید اندیشه کنن. بنابراین تنها افتخار من شاید این باشه. بنابراین اگر عرضی میکنم حمله بر خود ستایی یا چیزی نیست، یا تجربه شخصی خودم رو میگم، همیشه صحبت کردن در مورد خودم برای من دشوار هست. اما چون شما فرمودین که شاید من تجربه حاکمان اسلامی رو دیدم و از اسلام جدا شدم، اتفاقا برعکسه. یعنی من از کلاس پنجم ابتدایی بودم دیگه، میشه تقریبا فکر کنم 11 سالگی و اینا، شروع کردم به حفظ قرآن که اولین سوره‌ای که حفظ کردم سوره فجر بود، برای دهه فجر. بعد خب دیگه همینجوری ادامه پیدا کرده، از همون سن یادم تقریبا 12 ساله بودم، حتی الان عکسش رو دارم. توی مسجد جامعه شهرمون میرفتیم کلاس‌های قرآن و اون موقع من کتاب تاریخ قرآن آقای دکتر محمد باقر حجتی که همین الانم هم در دوره‌های دکتری علوم قرآن و حدیث تدریس میشه، اون کتاب رو من در 12 سالگی گرفتم توی کنجکاوی که داشتم و خوندم. از همون موقع پرسش هام شروع شد در مورد قرآن و همزمان داشتم قرآن رو حفظ میکردم تا چهارم دبیرستان که خب تقریبا 20 جزء قرآن رو حفظ بودم، ولی با ترجمه و تفسیر و با تاریخ قرآن میخوندم. و خب تو اون مقطع طبیعتا من هم مدافع کم و بیش اسلام بودم و هم جمهوری اسلامی، ولی هیچ وقت به اون معنایی که بگین حالا اون حتی اون مسجد جامعی که من میگم، ما دو تا مسجد داشتیم توی شهرمون، مسجد جامع بود که به اصطلاح مسلمانان سنتی تو اون بودن و مسجد امام حسین بود که نماز جمعه اونجا برگزار میشد و مسلمانان حکومتی عمدتا اونجا بودن. و توی همون مسجد جامع، جدای از کارهایی که من توی دارالقرآن انجام میدادم، تدریس قرآن و اینا، حالا من گاهی اوقات شوخی میکنم میگم با این کارهایی که سعید طوسی انجام داد یه آدم نه جرأت میکنه بگه معلم قرآن هستم، نه جرأت میکنه بگه شاگرد قرآن بودم. حالا من هر دو تاش بودم، هم معلم قرآن بودم هم شاگرد قرآن بودم، اما خب خوشبختانه باکر موندم. جدای از شوخی، به هر حال توی همون مسجد جامع ما یه شهید باستان داشتیم که جز اولین شهدای شهرمون بود در جنگ ایران و عراق، که خب با فریب خمینی رفتن و کشته شدن. اون یه کتابخونه اول انقلاب درست کرده بود توی اون مسجد و بعد که شهید شد این کتابخانه خاک خورد، تعطیل شد. ما با یکی دو تا از دوستان اومدیم این کتابخونه رو احیا کردیم. خود من عملا تمام وقتم شده بود اونجا مطالعه کتاب. اتفاقا کتابایی که دوست داشتم یک کتابای تاریخی بود و یکی کتابای فلسفی و البته دینی. گاهی اوقات شب تا صبح میموندم اونجا کتاب میخوندم. بعد احساس کردیم کتابا خیلی بروز نیست. من خودم سال اول دانشگاه امام صادق که رفتم، اومدم از یکی از نماینده های مجلس که اون موقع هم به تعبیری از این اصلاح طلبا بود، آقای دکتر علی قنبری، که خب البته الان من خودم از مخالفان ایشون هستم، رفتم مجلس دیدن ایشون و ایشون یه نامه داد، من بردم وزارت ارشاد، چند صد جلد کتاب دیگه گرفتیم آوردیم تو اون مسجد. به هر حال منظور این که کار من با کتاب بود. و بعد رسیدیم به هر حال با کنکور و اینها، من رشته تجربی درس میخوندم، ولی روی همین حس پرسشگری، حس جستجوگری، کنکور تجربی رو اصلا ندادم، رفتم کنکور انسانی شرکت کردم. کنکور انسانی با اینکه رشته من نبود، عرض کردم حمله بر خود ستایی نشه، این چیزی که پیش اومد، من رتبه 41 کنکور سراسری شدم با اینکه علاقه مثلا به درس ریاضی چون نداشتم، یه تست ریاضی فقط زدم و گفتم بقیه‌شو ول کن. یعنی با فقط یک تست ریاضی زدم ولی با دروس دیگه من رتبه 41 کنکور سراسری شدم و با اون رتبه من میتونستم برم هر رشته دیگه، میخوام حقوق، علوم قضایی، هر چیزی. ولی خب انتخاب کردم
رشته الهیات گرایش علوم و قرآنه که اون ویدئویش هم هست که مصاحبه میکنم روز اول دانشگاه، گرایش علوم و قرآن دانشگاه تهران، و رفتم رشته الهیات معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق و دانشگاه علوم اسلامی رضوی قبول شدم، اونجا هم مصاحبه رفتم، اما نهایتا دانشگاه امام صادق رو انتخاب کردم و اونجا هم قصد داشتم گرایش علوم و قرآن رو بخونم، ولی همین پرسشگری ها باعث شد که سال دومی که من باید گرایشم رو قطعی می‌کردم، رشته فلسفه رو، گرایش فلسفه و کلام اسلامی رو انتخاب کنم. و خب طبیعتاً با افکار افرادی مثل خب فیلسوفای غربی که خب دیگه شناخته شده هستن، ولی در داخل ایران هم عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، افرادی که کار عقلی می‌کردن، کار خردورزانه می‌کردن، اونها هم مخصوصاً آقای مصطفی ملکیان که من پایان نامه‌ام رو اونجا تقدیم کردم به ایشون، آشنا شدم و با اندیشه آزاد آشنا شدم. و البته وقتی با فلسفه اسلامی بیشتر آشنا شدم، بازم با تناقض این دوتا با هم دیگه، چون فلسفه یعنی خرد آزاد، فلسفه اسلامی یعنی شما بیاین اون خرد آزاد رو در واقع یک مقداری منحصرش کنید، یک مقداری محدودش کنید، یک مقداری به بندش ببندید. کلام اسلامی هم خب دیگه مشخصه برای دفاع از مدعیات اسلامی است. بر همین اساس تصمیم گرفتم برای دوره دکتری برم فلسفه غرب بخونم. با اینکه ما دانشگاه امام صادق که میخوندیم فلسفه اسلامی هم بودیم، اون موقع بعضی دانشگاه های مقداری روی دید خوبی نداشتن نسبت به دانشگاه امام صادق، و ما نهایتا من دوباره با رتبه یک دوره دکتری رفتم فلسفه غرب رو خوندم. احساس کردم فلسفه آزادتری از هر چند توی همون فلسفه غرب هم دروس فلسفه اسلامی بسیاره، و شروع کردم. خب طبیعتاً تا تقریبا 3 ماه قبل از دفاع از پایان نامه دکتریم بود که خب بازداشت شدم و مسائلی پیش اومد که داستانش مفصله. اما چون شما فرمودین ممکنه من حالا خیلی دیگه یه تعبیر دیگه میگن شما در واقع از عقده‌ای شدی از جمهوری اسلامی، کینه داری از جمهوری اسلامی، نفرت داری از جمهوری اسلامی، و چون اون کینه و نفرت رو داری از جمهوری اسلامی، عقده‌ای شدی که مثلا شما را این بلاها رو به سرت آوردن، بعد اومدی با اسلام مشکل پیدا کردی. نه، عرض کردم دوستان من میدونن، عزیز نزدیکان من میدونن که من از همون سال اول و دوم دانشگاه دیگه نماز و اسلام و همه اینا رو گذاشتم کنار، خیلی هم جدی گذاشتم، و البته از اون طرف هم با جمهوری اسلامی هم مشکل پیدا کردم. یعنی مشکل من از مشکل با اسلام شروع شد، اونم بر اساس مطالعه و تحقیق بود، اما جمهوری اسلامی هم همینطور. عرض کردم من بازداشت شدم، بازجوی من از من پرسید که خب شما چرا این کارا رو کردی؟ بهش یه مثالی زدم، گفتم من رفته بودم تهران با همسرم، هم بودیم فکر کنم در جلسه خصوصی هم که با شما داشتیم عرض کردم، داشتیم از تهران برمیگشتیم، روز پنجشنبه عصری بود، و بین اتوبان تهران و قم، خب سمت راست اتوبان بهشت زهراست و سمت چپ تهران، از سمت تهران که بیای به سمت قم، خب قبر خمینی است، و من اونجا بچه‌هایی رو دیدم که وایساده بودن، بچه‌های دختر، بچه پسر، بچه 7 8 ساله 9 ساله گل می‌فروختن، و من اونجا وایستادم، و واقعا نمیدونم گاهی اوقات میگن اینو یه تجربه های اگزیستانسیله، با اینکه خب من درد و رنج های جامعه رو بسیار دیده بودم، ولی انگار اون درد و رنج یه دفعه قلب من رو شکست، و همونجا واقعا من وایستادم و گریه کردم که چرا باید این تبعیض باشه که اون سمت اتوبان این بچه 8 9 ساله وایسه، اون که باید الان تو دوره خوشیش، تحصیلش، آرامشش باشه، گل بفروشه، و اون کاخ خمینی جنایتکار اون سمت اتوبان باشه و این مسائل باشه. و البته بازجوی من گفت که هم شما فرمودین چرا اینها رو مثلا نرفتی به محمد خامنه‌ای، برادر خامنه‌ای که من باش کار میکردم چند ماه از نزدیک، خب به اونا منتقل میکردی. من بهش گفتم، همون موقعی بود که من اتفاقا کتاب نجواهای نجیبانی من منتشر شده بود، نجواهای نجیبانه، نقد نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن، که توی اون من چند هزار نامه سرگشاده خطاب به خامنه‌ای هست، از جمله نامه‌های خود من و نامه‌های بسیارانی از سران جمهوری اسلامی هست، حتی و دلسوزان، و این حرفا به ایشون بارها گفته شده. مسئله این نیست که این حرفا به گوش ایشون نرسیده باشه، مسئله اینه که این نظام ایدئولوژیک قرار بر شنیدن نیست، بحث قدرت هست. حالا در این موردی که حالا این مبانی فکری من چی هست، یا اختلاف مبانی فکری ما و شما هم چی هست، میتونیم در ادامه در موردش صحبت کنیم، اما باز تاکید میکنم من هیچ حقد و کینه و نفرتی نسبت به هیچ انسانی ندارم، و مشکل من از تحقیق و پژوهش و پرسشگری شروع شد، و در واقع از اسلام اول جدا شدم و بعد با جمهوری اسلامی در افتادم. این به قول معروف از این سمت اون سمت نیست، از سمت جمهوری اسلامی به سمت اسلام نیست، از سمت مشکل من با جمهوری اسلامی از مشکل من با اسلام شروع شد. ببخشید اگه تو خواهش می‌کنم، اما یه چیزی که جناب آقای فارسانی خب در نگاه اول به اون عکسی، خب دو تا عکسی که پشت سر هستالی هست، اولیش نوشتید برانداز و دومیش نوشتید مرتد،
این خب قشنگ میاد جایگاه شما رو مشخص میکنه، در اینکه شما در دو وضعیت دارید به اصطلاح مبارزه میکنید و صحبت میکنید، یا حرفاتون و صحبتاتون هست. یکی بالایی هست که کاملا سیاسیه و در جبهه حکومتی، حاکمان و سیاست های حاکم بر یک دولت و حکومتی هست، و دومی خب دقیقا در مقابل اون یک چیز دینی و مذهبی و عقیدتی است. من از این جهت عرض کردم که خب یک شخص آدم فکر میکنه که شما واقعا اون بلاهایی که سرتون اومده و اون چیزهایی رو که دیدید و اون چیزهایی رو که حالا یک موقع است آدم یک بلاهایی که سر خودش شخصا میاد مثل از دالی و همه ما، من خودم، مگر من طعم بازداشتگاه اطلاعات رو نچشیدم در مشهد؟ که یقینا چشیدم. مگر من توهین های به اصطلاح اون بازجوها دیدیم؟ داسترای ویژه روحانیت مشهد دیدیم، من و دیگر دوستانمون، و خیلی از چیزهایی رو که خب شاهدش بودیم و اونو از نزدیک لمسش کردیم، حضداری هم لمس کردید. یه موقع این هست که مسائل شخصی هست و اون درک نزدیک اون اتفاقات، یه موقع هست نه، آدم میاد یه کلیاتی رو میبینه و اون کلیات با توجه به اون چیزهایی که در خودش هست اونها کمک میکنه به همدیگه، با اون شواهد و قرائنی که در خودش داره و خودش تجربه کرده و لمس کرده، میاد انسان رو به یک نقطه میرسونه که دیگه پر میشه و اون لبریز میشه و مجبور میشه که به یک مسیر دیگه بره. از این جد من میگم که اون براندازی بودن شما وجه سیاسی شما رو میخواد برسونه، و اون ارتداد شما در اون که نوشید من مرتد هستم، اینو میخواد برسونه که نه، شما در قضیه دینی مشکل دارید. حالا همین میخواستم بگم کدومش پررنگتره در شما، آیا بالایی یا پایینی؟ میتونم بگم بالایی. چرا؟ چون اگر قدرت رو از اسلام بگیری، اسلام هم میشه مثل مسیحیت، میره توی آکادمی ها، توی حوزه های علمیه، توی دانشگاه ها تدریس میشه، نقد میشه، بررسی میشه، و افرادی مثل شما که دیدگاه معتدل تری دارن میتونن اون رو در واقع تعدیل کنن، اصلاح کنن، همون نهضت اصلاح دینی. اما اگر قدرت رو، چون این قدرت هست که الان مردم رو میکشه با استفاده از اسلام، بنابراین اگر روزی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، طبیعتا من نقدم به اسلام رو ادامه میدم، ولی دیگه کاری با سیاست ندارم. چرا؟ چون به شرطی که یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت غیر ایدئولوژیک، یک حکومت لیبرال، یک حکومت سکولار یا لایک در ایران حاکم بشه و هیچ دینی نخواد در دین رسمی ایران باشه و هیچ باوری، فرق نمیکنه باور مارکسیستی، هر باوری، نخواد اون رو به خودش تحمیل کنه، اگر روزی من احساس کنم که حکومت مردم به دست مردم، برای مردم هست، اون وقت خب دیگه من دغدغه سیاسی ندارم، ولی طبیعتاً دغدغه نقد دین رو ممکنه داشته باشم در حد خودم، این دغدغه رو ادامه بدم. البته ممکنه در اون شرایطم اگر احساس کنم که داره دموکراسی در خطر قرار میگیره، کما که توی آمریکایی که هستم احساس کردم دموکراسی، آزادی بیان در خطر قرار میگیره سر همین قضایای ترامپ و اینا، من پشتیبان ترامپ بودم، ولی ممکنه من سرم برای هیچ سیاستمداری درد نمیکنه و تعصبی نسبت به هیچ سیاستمداری ندارم، ولی احساس کردم که دموکراسی آمریکایی با اینکه مثلا میگن یه دفعه کل آزادی بیان 5 میلیون نفر رو در توییتر از طرفداران ترامپ میگیرن از جمله خود من، یه دفعه میگن رئیس جمهور آمریکا رو اینجوری بایکوت میکنن، خب اینجا من صدا زدم، فریاد زدم، و البته خب همینجا هم خفه شدم، توییترم بسته شد، اینستاگرامم بسته شد، فیسبوکم بسته شد، مهمم نیست، اما من کارم رو میکنم. ولی فرقی نمیکنه، حتی توی دموکراتیک ترین جامعه هم اگر احساس کنم که دموکراسی داره در خطر قرار میگیره، اونجا بازم کارم رو میکنم. توی همین آمریکا عرض کردم جلسه قبلم خدمت شما، من عضو انجمن آتئیست‌های آمریکا هستم، اگر احساس کنم که اینجا دوباره داره دین یه دخالتی میکنه در سیاست، سعی میکنم فریادم رو بزنم. بله، بنابراین دغدغه اول من البته ایرانه، دغدغه اول من ایرانه، و دغدغه بعدی من اینه که از این ایران جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یا به صلح و سلام یا به جنگ، و به هر حال اون چیزی است که خودشون میخوان تحمیل کنن، اگر به صلح و سلام رفتن به صلح و سلام، اگر نه با جنگ و خشونتی که خودشون تحمیل میکنن، که این البته اگر مردم باشن، هیچ، میگن دست مردم دست خداست، اگر مردم برخیزن هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست، اینم کاری نمیتونن بکنن. و البته دغدغه بعدی من این هست که، و این دغدغه‌ای هست که در تمام عمر من شاید ادامه خواهد داشت، اینه که
با هر ایدئولوژی، ایدئولوژی اسلامی، مسیحی، مارکسیستی، هر ایدئولوژی که بخواد مردم رو به بند بکشه و اونها رو یک رنگ کنه و اون چند رنگی و زیبایی جهان رو بگیره، خب من با اونم مخالف خواهم بود، چون باور دارم که تو این دنیای پرغوغای رنگی همه رنگا قشنگه جز دو رنگی. اما چیزی که جناب آزاد فکر میکنم خیلی نقش مهمی داره، یعنی رول اصلی رو بازی میکنه در مخالفت و یا در انتقاد از اسلام، حالا من این رو روش تاکید میکنم به این که خب من هم این رو درک میکنم صحبت شما رو و این براندازی رو منم میتونم درک بکنم، از اینکه من هم در خارج از کشور هستم و در بین اپوزیسیون و کسانی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن و به اصطلاح حالا از طیف های مختلف هست، میدونی که اینجا دیگه هر طیفی هست و هر گروهی هست و هر کسی هم جبهه خودش داره، کار خودش داره و روش خودش داره و هیچگاه با دیگران ائتلاف نمی کنن، جمع نمی شن، که حالا این خودش یک نوع زرنگی هست که اگر چند تا حالا در جایی که یک دشمن مشترک باشه، حالا فرض میکنیم چند تا مخالف بیان با هم جمع بشن و یک جمعیتی رو با هم داشته باشن، گرچه در بین خودشون اختلافاتی باشه و اونها رو به خاطر یک هدف بزرگتری که دشمن مشترکشون هست بزنن کنار، خب این هم اتفاق نمیفته اینجا متاسفانه و این هم یکی از دلایل دوام این حکومت هست، یعنی یکی نبودن و یک پارچه نبودن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور که اگر باشه قدرتشون چندین برابر میشه و به یک نتیجه خواهند رسید. حالا این رو میخوام، بحث ما موضوع بحث ما نیست، اینکه میبینیم که من هم خود این احساس میکنم که نقطه عطف تمام، حالا میگیم تمام، اکثر این انتقادات و این به اصطلاح حمله ها و هجمه هایی که به اسلام میشه، خب میتونیم بگیم که منشأش، حالا من عرض میکنم من در هر دو قسمتی که هست داری، خب فکر میکنم یکی از کاملترین نمونه هایی است که میتونم من باش صحبت بکنم، از لحاظ این که من مدافع یک دین هستم و شما مخالف اون دین هستید. چرا؟ چون شما که هم در جبهه سیاسی میخواین به اصطلاح برانداز باشید و حکومت رو عوض بکنید و اون رو بیارید پایین، و هم در قضیه ایدئولوژی و فکری و عقیدتی که خب فکر میکنم این همون چیزیست که میتونیم در بارش صحبت بکنیم. در قضیه براندازی من میگم که این یک نقطه ای است که خیلی خیلی کمک میکنه و خیلی دست را فشار میاره بر این انتقادات، یعنی خب معلومه وقتی که یک حاکمی که میاد با پشتوانه دین، یعنی ما اگر دین رو از مثل آقای خامنه ای بگیریم یا دیگر به اصطلاح رؤسا بگیریم در جمهوری اسلامی، چیز ازشون نمیمونه. یعنی شما دین رو از به اصطلاح رهبر بگیرید، آقای خامنه ای بگیرید، دین رو از آقای رئیسی بگیرید، دین رو از آقای قالیباف بگیرید، دین رو از تمام تک تک از آقای روحانی بگیریم، اینها به چی میخوان متوسل بشن؟ یعنی اون ابزار و اون چیزهایی که بهش میتونن حکومت بکنن و توسط اون اهرم درست کنن به دیگران فشار بیارن چیه؟ خب اگر ما بیایم نگاه بکنیم، یکم دقیق‌تر نگاه بکنیم، تنها چیزی که عامل تقویت این حاکمان شده دین هست و تنها ضربه و بیشترین ضربه ای رو که میخوره و خورده همین دین هست و حالا موضوع بحث ما اسلام هست، نه در این 41 سال 42 ساله به صلاح انقلاب اسلامی، در طی 1400 سال و حتی در همون زمان خود پیامبر، میگم حالا این ادعای منه که یک جوری از این دین صحبت میشه که فقط منافع من، منافع دین من، منافع حزب من، منافع تشکیلات من باید در به صلاح حفظ بشه و ازش دفاع بکنم. خب جمله معروفی که از امام خمینی هست که حفظ نظام از اوجب واجبات هست، این خیلی انسان رو به مثلا تفکر وادار میکنه که یعنی چی؟ یعنی معیشت مردم، یعنی وضعیت زندگی مردم، یعنی به اصطلاح رفاه مردم، یعنی اقتصاد مردم، اینا هیچ مهم نیست. تنها چیزی که هست اینه بگن که آقا این کشور کشور اسلامی و شیعی است و این شیعی بودنش هم میخواد اونقدر پررنگ بکنن که
بزنن به دیگر سر دیگر مسلمانان، حالا کشورهای مسلمان اطراف که اهل سنت هستن. خب وقتی که اینو نگاه که میکنیم، خب معلومه یعنی زمینه بسیار بسیار مناسبی است برای تولید تنفر، تولید انتقادهای شدید و یک فرارهایی که منجر میشه به اصطلاح تخریب. خب من از این جهت میگم که این نقطه خیلی پررنگه. خب حضرت‌عالی هم در این نقطه هم در این جبهه هم دارین حرف میزنید، صحبت میکنید، از به اصطلاح کشتن خامنه‌ای صحبت میکنید که اگر این دستش یعنی موقعیتش باشه و قابل اصلاح نباشه، و اینکه حالا اون چیزی که شما فرمودید کتاب فروشی، اگر موفق نشید ایشون رو کتاب فروش بکنید در مشهد باید کشته بشه. خب اینها من میگم که از یک جهت این یک نکته بسیار مهمی هست، یک جایی است که میتونه اگر این روی میدان ها بیشتر بررسی بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم و تا حدی که بتونیم حداقل ما خالی بشیم از این، یعنی ما اگر میخوام صحبتی بکنیم، اگر میخوام حرفی بزنیم در قضیه عقیدتی و ایدئولوژی، دیگه هیچ دغدغه و ذهنیت حاکمان و پیروان و متدینین در یک کشوری یا هر جای دنیا رو در هر دینی نداشته باشیم. و این فکر میکنم یک مقدار سخت باشه، از این جهت روش تاکید میکنم، میگم که یکی از دلایل عمده و مهمی که از دین افراد برمیگردن و از اعتقادات دست برمیدارن میتونه همین حاکمانی باشه که برای حفظ منافع و برای موندنشون در به اصطلاح قدرت و حفظ جایگاهشون حاضرن روی تن اجساد خیلی ها وایستن و بیاد تا اینکه بیان بالا. براشون مهم نیست کی باشه، حالا از دانشجو باشه، روحانی باشه، مردم عادی باشن، مرد باشه، زن باشه، مهم اون هدفی است که توی مغز و کلهشون هست و میخوان اون رو حفظ کنن. این از این جهت من اینو میگم که نکنه شما هم دچار این به اصطلاح تنفر شدید از جمهوری اسلامی به واسطه حاکمان و علما و فقهایی که هدف اصلیشون حفظ نظام خودشون و اون منافع خودشون هست. من واقعا وقتی به درون خودم نگاه میکنم نفرتی در درون خودم نسبت به هیچ کس نمیبینم. حالا ولی اگر اجازه بفرمایید من باز یه خاطره عرض کنم. ما داشتیم با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی که احتمالاً شما میشناسین، از استادای ما بودن تو دانشگاه امام صادق، خب فلسفه اشراق تدریس میکردن. خب گاهی اوقات بعد کلاس با هم دیگه قدم میزدیم تا دم در دانشگاه که ماشین ایشون بیاد سوارش میکنه و صحبت میکردیم. یه بار من و یک نفر دیگه از دوستان با ایشون همینجوری قدم میزدیم تا دم در دانشگاه امام صادق و ایشون یه دفعه همینجوری که داشتیم قدم میزدیم یه دفعه وایساد، گفت به نظر شما بزرگترین دشمن دین چیه؟ من گفتم عقل، خرد. گفت نه، نگاه تاریخی، تاریخ. چون شما فرمودین هم امروز هم جلسه قبلی که گفتیم اسلام را از حاکمان اسلامی بتکنیم یا برگردیم به اون سرچشمه زلال، خب وقتی آدم تاریخ رو بررسی میکنه از روز از تاریخی که در مورد خود محمد وجود داره، تاریخ صلحش که فرمودین صلح حدیبیه تا جنگهاش، تاریخ غزواتش، نمیدونم این تمام این مسائل، اینها رو بررسی میکنیم، زندگی نامه محمد و حاکمان اسلام رو بررسی میکنیم، خلفای چهارگانه، امامان، اون چیزی که هست با نگاه تاریخی که بازم عرض میکنم تاریخ درستی هم برای ما نمونده توی اسلام، چون تمام تاریخ رو اونجوری که دوست داشتن نوشتن مسلمانان واقعا. و خود متن قرآن رو وقتی بررسی میکنیم خب اون سرچشمه زلال رو نمیبینیم و وقتی به جمهوری اسلامی هم میرسیم از همون سرچشمه نشأت گرفته. بله مسیحیت هم همین مشکلات رو داشته در قرون وسطا، یهودیت هم همینجور، ولی دو تا دین اسلام و یهودیت دو تا دین از نظر فقهی فربه هستن، یعنی میخوان توی تمام جزئیات زندگی مردم دخالت کنن و به طور ویژه اسلام داعیه حکومت هم داره و تجربه حکومت هم داره، یعنی محمد بعد از 13 سال مکه میاد حکومت تشکیل میده، ما خلفای چهارگانه حکومت دارن، حالا با هر نگاهی که داشته باشیم، نگاه امامتی رو داشته باشیم که خلفای منصوب خدا باشن یا نگاه خلافتی رو داشته باشیم که بگیم خلفای رسول الله هستن، اما این حکومت رو داریم. در تمام این 1400 سال کشتن، جنایت کردن، سر بریدن تا میرسیم به داعش و طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی که همه در یک چارچوب قرار میگیرن. اما من هم اگر اجازه بفرمایید میخوام یه نگاهی بکنم به اون
تا امروز این صحبتهایی که داشتیم، من احساس میکنم که ما چند تا مبنای مشترک داریم که اگر من برداشتم اشتباه، لطفا من رو تصحیح کنید. من فکر میکنم که یک مبنای مشترک ما این هست که انسانگراییه، این که شما هم فرمودین جان انسان بر هر چیزی مقدمه. خب در این مورد ما کاملا با هم مشترک هستیم. اون چیزی که گفته میشه اومانیسم، در این حالی که من هیچ به هیچ اسمی باور قطعی ندارم که بگم این اسم من هست و غیر از اون، اما به هر حال اون چارچوبی که وجود داره به نام انسانگرایی، این که جان انسان، انسان بر هر چیزی مقدمه، خب این در این حال تناقض بنیادین داره با دین. فرقی نمیکنه، دینی که میگه خدا بر هر چیزی مقدمه، خود دین مقدمه، انسان ها فدای دین. یه مبنای دیگه مبنای سکولاریستی هست، یا به تعبیر فرانسویش لایسیته هست، که شما فرمودین حاکمان اسلامی رو باید از اسلام بتکنیم. در این مورد هم مشکل نداریم. یک نگاه دیگه عقل گرایی یا خرد گراییه که من حتی دیدم تو یکی از برنامه‌ها آقای عسکری یحیی‌زاده گفتن عقل از قرآن بالاتره. من نه تنها باور دارم که عقل از قرآن بالاتره، بلکه باور دارم که قرآن یک متن کاملا عقل ستیز و خرد ستیز. البته میتونیم اون رو با عقل هماهنگ کنیم با برداشت‌های متفاوت هرمنوتیکی. و نگاه دیگه‌ای که دوباره ما مشترک داریم نگاه لیبرالیستی است و باور به دموکراسی و باور به مردم، یعنی تأکیدی که شما بر آزادی دارید، تأکید بر گفتگو دارید و احترام به نظر و باور و انتخاب مردم و عقیده مخالف. اما در این حال من احساس می‌کنم که یه نوعی مطلق گرایی در اون بن و کنه و ریشه اندیشه‌های افرادی مثل شما دیده میشه. چرا این نگاه رو دارم؟ مثلا اینکه گاهی اوقات شما تاکید میکنید که حالی مثالی که من برنامه‌ای که خود شما داشتین در مورد همین السارق و السارقه فقط توعیده، ما میگید این بهترین برداشته، این درست ترین برداشته، این تاکید بر ترین ها داشتن، تاکید بر بهترین خوانش و تفسیر از قرآن داشتن، تاکید بر اینکه یه آب زلال و روانی بوده سرچشمه قرآن و بعد اون برداشته ازش صورت گرفته. خب این یه نوعی مطلق گرایی توش هست. خب ممکنه، البته امکان داره که فاضلاب باشه، منجلاب باشه، اما میشه از همون فاضلاب و منجلاب هم بر اساس خرد و دانش آب زلال رو استحصال کرد. کما اینکه همین امروز دارن از فاضلاب، از منجلاب آب زلال برداشت میکنن. بنابراین اگر آیه قرآن میگه از سارق و سارقت و فقط و عیدی هما، به نظر من این یه فاضلابه، یه منجلابه، اما میشه همون رو به آب زلال برداشت کرد و اون حربه رو از اسلام و مسلمانان خشونت طلب گرفت. بنابراین این کار شما شایسته تقدیره و قطعا میتونه نتیجه بخش باشه. اما خب حالا من میخوام یه مثالی بزنم. یکی از برنامه های شما رو دیدم در مورد همون کشته شدن قاسم سلیمانی، یا چون من دیدم تو اون برنامه روز بعد از کشته شدن ایشون بود، شما فرموده بودین، هم شما هم آقای عسکری یحیی‌زاده، با این تعبیر شهادت سردار قاسم سلیمانی. حالا خیلی از مردم ایران میگن کتلت شدن شاش قاسم، که خب به شهادت تصاویرم از او و عمو مهدی المهندس فقط یه دست باقی موند و یه آلت. اما من هم اتفاقا با شما موافقم که اگر امکان داشته باشه این افراد کشته نشه. من خیلی دوست داشتم قاسم سلیمانی زنده دستگیر میشد، میومد در دادگاه های جنایی بین المللی و اعتراف میکرد به جنایت های جمهوری اسلامی، جنایت هایی که در سوریه کرده، در عراق کرده، در افغانستان کرده، از همه بالاتر در ایران کرده و در همون کرمان خودش کرده، اون به عنوان یک قاچاقچی بین المللی. اما من یه سوال از شما می‌پرسم، چون می‌خوام اون به اون مطلق گرایی اشاره کنم، چون شما فرمودین جان انسان علل اطلاق مطلقه، علل اطلاق محترم، هیچ کس حق نداره جان هیچ انسانی رو بگیره، جانی که خدا داده، به قول اون شعر که شجریان خونده، اگر جان را خدا داده است چرا آن را تو بستانی. اما من یه مثالی میزنم، اگر کسی به خانه یک فرد دیگه حمله کنه، من نمی‌خوام بگم شما یا من که مسئله شخصی نشه، اگر کسی به خانه فردی حمله کنه، اموال اون فرد رو بدزده، به زن و فرزند اون تجاوز کنه، آخرش هم اسلحه بذاره روی شقیقه اون و بگه میکشمت، اینجا باید چه معامله‌ای با او کرد؟ اگر همون چیزی که اسلام میگه آخر الدواء الکی، وقتی دیگه هیچ چاره‌ای نباشه، من دوست دارم خامنه‌ای دستگیر بشه، محاکمه بشه، من دوست دارم قاسم سلیمانی دستگیر بشه، محاکمه بشه. اما گاهی اوقات آخر الدواء الکی، چاره‌ای نیست، اسلحه روی شقیقه اونه. این الان داستان امروز ایران ماست، اشغال شده توسط لشکر اسلام از حداقل 1000 سال پیش تا امروز، به نوعی این ایدئولوژی ایران رو اشغال کرده و داره هر روز آدم میکشه. فرقی هم نمیکنه قاسم سلیمانی، خامنه ای، خمینی، تا میریم به پیشتر از جمهوری اسلامی تا همون روزی که اسلام وارد ایران شد. خب اگر به سلاح کنار برن بسیار عالی، اگر نه چاره ای نیست. اما من جناب آقای فارسانی، من والا کوتاه میخوام جواب بدم به اون قضیه که فرمودید که یک مطلق گویی و مطلق نگری هم در صحبت های شما هم دیده میشه، این در صحبت های جناب استاد و بنده،
در قضیه قطع دست دوز که برنامه اجرا کردیم که این بهترین هست و تاکید بر اون ترین ها. خب من فقط اینو میخوام بگم که ما هیچ وقت نگفتیم این هست و غیر از این نیست، یعنی همیشه جلو فهم رو باز گذاشتیم. این از نگاه من زروندی که از دین دفاع میخوام بکنم بهترین برداشته، بهترین برداشت از نگاه من زروندی است. یعنی اگر شما جناب فارسانی اومدید یک برداشتی گفتید داشتید که بهتر از این بود و با عقل و منطق و با همون روشی که من ثابت کردم شما ثابت بکنید و بهتر باشه، یعنی نگیم حالا به همون روش که من، به هر روشی که شما بیاید بگی آقا این عقلای عالم خردمندان جهان این رو تأیید میکنن که اینجور باشه، یقینا میپذیریم. یعنی ما، یعنی من و حالا جناب استاد و دیگر دوستانی که در این انجمن هستیم، مبنای فکرمون اینه، هیچ وقت جلوی خودمون رو نبستیم که بگیم آقا الا ولا بود همین هست و دیگر غیر از این نیست. این شاید این ذهنیت رو برای کسی که نگاه بکنه این بیاد که آره اینا بهترین یار، بس اینا هم خودشون یکی از همون اسمهایی خواهند بود که ادامه همون مشکلاتی که در اسلام هست اینا هم دامن میزنن بهش، یعنی هیچ فرقی با اونا نمیکنه. و خب اینو ما میشنویم و به کرات و مرات این رو از منتقدین خودمون در اینجا و در ایران میشنویم که شما هم مثل بقیه چه فرقی دارید. این از این که واقعا ما نمیخوایم جلوی فهم و جلوی اون درک و دریافت‌های بالاتر از اون چیزی که ما میفهمیم بسته بشه. اگر کسی بیاد رو چشم، واقعا رو چشم میذاریم و قبول میکنیم. این از اون قضیه که فهمیدم. اما در قضیه این که شهادتش سردار سلیمانی، این حالا جالبه که جناب استاد خودشون یکی از مجروحین جنگی هستن، یعنی در جنگ 8 ساله به اصطلاح ایران و عراق میشه گفت که بیشترین سالها در اون جبهه بودن، نمیدونم بالای 6 سال در جبهه بودن و همین الان ترکش هایی دارن در به اصطلاح کمرشون هست که هیچ قابل دست دادن نیست و خطر جانی داره براشون و مشکلاتی که دارن و هست. ایشون قائل به این هست، با اینکه خودش ما یک برنامه پر کردیم در همین به اصطلاح تلویزیون که اون رو پخش نکردیم، که حالا سوالات خیلی دقیق‌تری در خصوص جنگ ایران عراق از خود جناب استاد کردم، که ایشون قائل است که هر جنگی و خصوصا جنگ ایران عراق ما دو تا شهید داره، یک شهید از این ور که کشته شد از ایران، یک شهید از اون ور که ایران که عراقی ها هستن کشته شد. خب کسی که در عراق کشته شد بهش چی میگن؟ خب بهش اونم میگن شهید، خانوادش میگه شهید، اونم یک سازمانی داره، یک اداری داره که اون رو به خانوادش میرسن. در ایران ما بنیاد شهید داریم، یعنی در یک جنگ دو تا شهید داریم. در قضیه آقای سلیمانی، آقای سلیمانی شهید است، همونطور که میتونیم بگیم آقای بن لادن هم شهید است، همینطور میتونیم بگیم که آقای روح الله زم شهید است. شهید یعنی شاهد یک اتفاق و رخداد و یک حادثه‌ای که میخواد حرفی بزنه. ما قضیه آقای سلیمانی شهادت میده این فاجعه به یک چیزی که اون چیز میتونه ما رو به تفکر وادار بکنه. کشته شدن آقای بن لادن به دست آمریکا با اون وضعیت میتونه ما رو به یک وادی ببره که اون وادی برای ما سودی داشته باشه. نه اینکه من طرفدار آقای بن لادن باشم، نه اینکه طرفدار آقای سلیمانی باشم یا هر کسی که ازش صحبت میکنه. این موضوعاتی است که از این موضوعات، نه خود اون موضوعات مهم باشه و هدف ما باشه، بلکه اونها به عنوان یک نردبانی هستن که میخوام از اون استفاده بکنیم. آقای سلیمانی، خب یقینا اگر تو مشکلی نمیداشتی یا کاری نکرده بودی یا یک جایی رو، خب اگر آقای سلیمانی اومد مثلا در سوریه در عراق کسی رو کشت، اون پدر و مادر اون کسی کشته شد، با آقای سلیمانی چی میخواد بگه؟ چه حرفی داره به اون بزنه؟ خب معلومه یه قاتل از نظر اون دیده میشه، خب اونم یک انسانه. ولی توجیهی که آقای سلیمانی برای خودش داره، میگه من برای یک رضای خدایی کشتم که اون خدا گفت به من اون آدم کافره و باید کشته بشه، اون آدم حقش هست کشته شدن. خب بحث ما اینجاست که آقای سلیمانی که رفتی کشتی، کشتن تو با کشته شدن خودت چه فرقی داره؟ هیچ، کشته کشتره، یعنی کشتن، عمل کشتن فرقی نمی کنه. پس اصل کشتن مهمه و مخالفت با اصل کشتن.
و اما در این قضیه که حالا آخری که فرمودید، خب اینم خیلی مسئله جالبی هست و منطقی به نظر مثل شما، اگه اومد کسی به خونتون حمله کرد، به اصطلاح زن و بچه شما حمله کرد، وسایل خونتون برد و در نهایت میاد روی شقیقه شما اسلحه میذاره، من میگم اوکی. آدم در یک شرایطی، وقتی ما با دوستان صحبت میکردیم در همین مباحث صحبت میکردیم که بحث اطلاق عدم اعدام رو داشتیم صحبت میکردیم که اعدام مطلقا ممنوع، دوستان میومدن ما رو در یک کوچه بنبست تنگی قرار میدادن با یک دونه مثلا شیر، با یک دونه حیوان به اصطلاح درنده، میگفتن اگر در اون وضعیت قرار گرفتی چیکار میکنی؟ خب من معلومه که از خود جان خودم دفاع میکنم، یا معلومه که یک عملی یک کاری میکنم که از اون وضعیت فرار بکنم. اما مهم چیه جناب آقای فارسانی؟ که چرا من به اون وضعیت دچار بشم؟ چرا دوز بیاد خونه من؟ مگه من چی دارم؟ مگه من چه چیزی رو چه تحریکی رو به ذهن اون دوست ایجاد کردم؟ پول زیاد دارم، ثروت دارم، طلا تو خونم دارم، پول زیاد دارم، چرا اون دوز بیاد خونه من و دزدی بکنه که بیاد نهایت منجر بشه به این که بیاد اصلاً روی سر من بذاره؟ بس اینجاست، این موقع است ما بعد میایم در اون قبل تراش برگردیم به اون قبلش که آقا دلیلش چی است؟ دلیل این که آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی آدم میکشه چیه؟ دلیل این که آقای بن لادن آدم میکشه چیه؟ دلیلی که همین داعش آدم میکشه چیه؟ دلیلی که این همه کشته ها به اسم دین هست در هر جایی که هست، حالا در اروپای به اصطلاح چند دهه قبل که مسیحیت زمین بهش میفروخت به مردم و رنسانس اومد اون رو کلن عوضش کرد، چه الان به اصطلاح پیروان مذاهب اسلامی ما در حالا کشورهای مثل عراق، سوریه و کشورهای دیگه. بوکو حرام مگه از چی متولد شده؟ چرا این کارو میکنه؟ این مستر بس اینه که ما نمیخوام بگم طرفدار هیچ، به قول فرمای شما که خیلی جالبه، هیچ اسمی نیستیم، نمیخوایم باشیم، میخوام ببینیم که اون مستر، اون اصل، اون ریشه ای که این آقا میاد این کار میکنه. یک فیلمی که همین اخیرا شاید دیده باشین، قضیه بغداد که انتحاری شده بود و فیلمش هم دیدی که اون شخص رو دنبال میکنم، این آدم شخصی هست که داره دور میزنه میره به یک جایی که قشنگ وسط جمعیت و اونجا خودش منفجر. اون بیاییم ما اگر مغز اون آقایی که خودش منفجر کرد آنالیز بکنیم و بفهمیم که تو مغز اون چی میگذره، اون مهمه برامون. نمیخوام بگم آقا این بحث ما دفاع کردن از این کار یا مثلا رد کردن این کار نیست، اینها کاری است که سیاست مداران و سیاست مندان و اون کسانی که پشت میز سیاست میشینن و برای منافع خودشون هزاران دروغ میگن و هزاران حوادث مثل این رو میاد به نفع خودشون مصادره میکنند، ما کاری به اون نداریم. ما بحث ما، وظیفه ما در اون قسمت دوم به اصطلاح اون مخالفت شماست که بحث ارتداد، بحث عقیدتی رو، بحث ایدئولوژی رو ما خواهیم مطرح کنیم. چرا؟ بحث ما در این چرایی هست و اینکه من هم حالا زیاد تلاش کردم و کوششم برای این است که بیاییم ما واقعا، حالا این نقاط اشتراکی که شما فرمودید خیلی جالب هست، منم تایید میکنم و درستم هست و صحه میذارم این قضیه که واقعا اینها، بیایم روی همین نقاط اشتراکمون دست بذاریم و بریم جلو و واقعا بیایم حکام رو، خب این میگم واقعا سخته، جدا کردن حاکمان از اسلام خیلی سخته. همونطور که الان شما بیاید رفراندوم بذارید توی ایران، بگید که آقا اصلا بیایم دین رو از سیاست جدا بکنیم، بگیم آقا دین به کنار، به توی پستوی خونه ها و توی خلوتگاه های انسان در هر جایی که دوست داره خودش، در خلوت خودش، در حریم شخصی خودش باشه، در حریم عمومی و اجتماعی و صحن علنی اجتماع ورود نکنه، چون که هم ضربه به دین میخوره هم ضربه به اون اجتماع میخوره. خب اگر بتونیم موفق باشیم مثل این کارو بکنیم، یکی از کارهای بزرگی است که کردیم. چرا؟ چون برمیگردیم به اون علتها و اون سرمنشأ و اون مصدرها. من از این جهت میخوام بحث رو مقداری هدایت بکنم به این که واقعا ما بیایم حاکمان رو واقعا بشوریم، بذاریم کنار، بگیم که آقا شما خوب و بدتون، خوب و بدتون، که ما در حاکمان اسلامی نمیتونیم بگیم خوب بشموریم، خیلی خیلی کم، خیلی کم.
ما درباره همین آقای امیرکبیرش که به حال مورد ستایش ایران هست و بهش واقعا ازش تحلیل میکنن. خب ما یک فیلم ساختیم، یعنی یک فیلمی که اومدیم اون رو یک جنایتکار معرفی کردیم. جنایتکار معنی که آقا تو که کشتی، خب دیدی که همون کشتن هم به سر خودت اومد، تو هم کشته شدی. این بحث، این حالا عرض میکنم که حاکمان رو اگر موفق بشیم از ذهن منتقدان و از ذهن مخالفان و از ذهن کسانی که حرفی برای گفتن دارند ولی به اصطلاح اون مسیر و روششون رو شاید بگیم درست نیست، یا شاید بگیم که دچار یک سری اشکالاتی هست، اون رو بیایم درست بکنیم، بعد بگیم آقا اوکی ما بیایم در اصل دین رو صحبت بکنیم، اصل دین رو بیایم بریم پیش خود محمد بشینیم، پیامبر اسلام صلوات الله علیه بشینیم، بگیم آقا شما چی گفتی؟ اونجا میتونیم تازه حرف بزنیم. یعنی اول صحبت من آقای فارسانی که میتونه عربی بفهمه، میتونه از تفسیر حرفی بزنه، میتونه از ترجمه چیزی رو بفهمه، میتونه مقداری از اون حال هوای قرآن حرفی بزنه، تازه فکر میکنم بحث من و شما شروع میشه که بگیم آقا خب جناب محمد تو چی گفتی؟ منظوری چی بود؟ اصلا تو کلت چی بود؟ اون بقول آلمانیا هینترکوفت، پشت کلت چی هست؟ چی رو میخوای شما برسونی؟ چی رو میخوای بفهمونی که حالا این چیزی که فهمیده شد با اون چیزی که گفت تو میخواستی مثلا فرق میکنه؟ این تمام تلاش ماست و امیدوارم که بتونیم با کمک و همیاری شما جناب فارسانی و دیگر عزیزانی که خب میتونیم حرف بزنیم، حرفی که به هر حال ما مدعی هستیم برای این که در فردای ایران آزاد میخوایم بتونیم همه افکار و همه نهلهای فکری و اسمهایی که وجود داره، فارغ از این که از کجا هستیم و با چه به اصطلاح قومیت و زبانی هستیم، بتونیم سر یک میز بشینیم. و الان اگر من و شما نتونیم، شمای در آمریکا، من در آلمان نتونیم با هم دیگه بشینیم و صحبت بکنیم، فکر میکنم باید فاتحه اون دموکراسی و اون خواب و خیالی که در ایران براش میبینیم رو بخونیم. چرا؟ چون که ما الان نتونیم این کار بکنیم، صد در صد در آینده یقینا وقتی که قدرت هم به ما برسه و دست ما، که یقینا هیچ وقت من داعیه قدرت و ورودی به سیاست رو نداشته و ندارم و جناب استاد و دیگر دوستان ما که در این اجتماع هستیم، جمع هستیم و نمیخوایم وارد سیاست بشیم، اگر من هم وارد سیاست بشم و قدرت دستم بیاد، یقینا خرابکاری میکنم. یه چیزی نرمالی از این طبع سیاست هست، طبع قدرت هست که انسان رو به اون طرف میکشونه. من اینکه آخوند هستم و بیام در سیاست وارد بشم و قدرت و یک اسلحه پشتم باشه، مسلما خرابکاری میکنم و از این جهت اصلا نمیخوام واردش بشم و هیچ دعایی هم ندارم. میبخشه طولانی شد. اختیار داری. من فکر میکنم احتمالا باید آخرای برنامه باشه. میخوام استفاده کردم حسن ختام رو یه شعری بگم در تایید فرمای شما. چون اون شعر قصیده معروف ناصر خسرو، چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردم، انگور نه از بهر نبید است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. فرمایش شما کاملا درسته در مورد هم قاسم سلیمانی. ببینید، همین قاسم سلیمانی رو ترامپ کشت و من از ترامپ سپاسگزارم که قاسم سلیمانی را کشت، ولی بسیار سپاسگزارتر بودم اگر ترامپ قاسم سلیمانی را دستگیر می‌کرد و در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه می‌کرد و اون رو در واقع می‌آورد جمهوری اسلامی، اون جنایاتش رو بیشتر فاش می‌کرد، آبروی جمهوری اسلامی رو می‌برد و خود ترامپ رو هم بعداً حالا حبس می‌کرد به هر صورتی، و این به نظر من بسیار مؤثرتر بود. بنابراین من هم و از اون طرف الان دیدیم دیگه توییتر آقای خامنه‌ای بسته شد، چون اومد از عکس یک سایه یک پهپاد رو گذاشت روی عکس ترامپ در زمین گلف و گفت انتقام حتمی است. یعنی اونم گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خامنه ای اگر از دستش بر بیاد بخواد ترامپ رو بکشه. بنابراین طبیعتا این مبنا رو من با شما موافقم که تا جایی که امکان داره باید از کشتن احتراز کرد، حتی اگر کشتن قاسم سلیمانی باشه، حتی اگر کشتن خامنه ای باشه. اما گاهی اوقات اگر که شما گفتین تیغ به دستشون اومده و ما رو در کنج قرار دادن و هیچ چاره ای نیست و اگر نکشیم الاهم و فالاهم، اگر یک نفر رو نکشیم
در سوریه 500 هزار نفر کشته شد، هزاران نفر، ده ها هزار نفر از اونا کودکان بودن. قاسم سلیمانی و خامنه این کار رو کرد. خب احتمالاً خب ترامپ با همچین نگاهی گفت که آقا این میخواد این خاورمیانه رو اینجوری کرده، میخواد به نیروهای منم حمله کنه، داره تدارک میبینه، باید زدش. و بعد در مورد تفسیرم که شما فرمودید در مورد برداشت‌ها و اینا، این نگاه شما رو من قبول دارم که شما فرمودید از نظر من این درست‌ترین برداشته، این دقیق‌ترین تعبیر این از نظر من هست. از نظر خامنه‌ای هم یه برداشت من که حفظ نظام از اوجب واجباته و برای حفظ نظام هم میشه یه هواپیما رو اون بالای آسمون زد و میشه طبق اینکه فتوا دارن که میشه سفر انسانی در جنگ با کفار درست کرد از مردم خودی، طبق اون فتوا اومدن هواپیما رو زدن، خب اونم یه برداشته. بنابراین چاره چیست؟ چاره اینه که تقدس رو از دین بگیریم و اجازه ندیم هیچ برداشتی از دین مبنای قانون قرار بگیره. خیلی خوبه این برداشت رو بریم در آکادمی انجام بدیم، اون متن قرآن رو انسان پذیر کنیم، همونجوری که عرض کردم از این فاضلاب از این منجلاب آب زلال در بیاریم، کاملا امکان پذیره با خرد و دانش، کاملا امکان پذیره. من در این زمینه در کنار شما هستم از برداشت هرمنوتیک درست از قرآن، چرا که نه، و این حربه رو بگیریم از دست همون فردی که شما فرمودین در عراق مغزش باید بریم بررسی کنیم، این مغز شستشو میشه با تقدس که این رو خدا به شما گفته، شما اگر کار خدا رو انجام بدی میری بهشت، اونجا هم حوری و قصر و پاداش و شراب و اینها در انتظار شماست. اگر این حربه رو از دست اسلام و مسلمانان بگیریم و همون مبنای قرارداد اجتماعی مونتسکیو، قدرت رو انسان‌ها بر اساس قرارداد اجتماعی در زمین نه از آسمان خودشون میانه قرارداد اجتماعی ایجاد میکنن، این قدرت رو بین خودشون توافق میکنن برای یه دوره محدود در یک چارچوب محدود به یک فرد محدود میسپارن و بعد هم هر وقت خواستن اون رو بازخواست میکنن و بعد از اون مدت از اون قدرت رو از اون میگیرن و اگر کوچکترین خطایی کرد فرقی نمیکنه، ترامپ رو میبینیم چه کارش کردن، ولی کسی میتونه خامنه ای رو کاری بکنه، اگر خطایی کرد باید او را به سلابه کشید بر طبق قانون، بر طبق قانون بشری نه قانون آسمانی. اگر ما نگاهمون رو از آسمان بر نداریم در تدوین و تعیین قانون، همواره روی زمین به زمین میخوریم. ببخشید اگر طولانی شد. ممنون و متشکرم جناب فارسانی عزیز و امیدواریم که بتونیم حالا در جلسات آینده مقداری، من فکر میکنم هر چی جلوتر میریم و هر چی در جزئیات این بحث وارد میشیم خیلی به اصطلاح کوچه های فرعی باز میشه و میتونیم باز بیشتر این مسئله رو بهش بپردازیم. امیدواریم که بتونیم در آینده در جلسات آینده مقداری دقیقتر و ریستر بیایم جلو و واقعا حالا مثل فرمایش که حالا شما تایید فرمودید که بیایم مغز یک انسان به اصطلاح انتحاری و تروریست رو بریزیم و بیایم جلو خودمون بزنیم روی میز و هم شما نگاه کنید هم من نگاه کنیم و با هم دیگه نگاه کنیم تو این چی هست، کجا نقطه فساد و به اصطلاح خرابی این آدم هست که با اون وعده ها با اون وعیده ها با اون چطور یک انسان میتونه بیاد جان خودش رو با دست خودش به اصطلاح در خطر بندازه و خودش رو منفجر بکنه. این خیلی قدرت میخواد، یعنی خیلی قدرت پشت این میخواد که این رو اینطوری بکنه. خب این رو بیا مقداری با هم دیگه آنالیز بکنیم، با هم دیگه بشیم صحبت بکنیم که واقعا چرا، چی باعث میشه و این منشأش کجاست و مصدر این کجاست. امیدواریم که حالا در جلسات آینده بتونیم مقدار روی این مسائل بیشتر صحبت بکنیم و امیدواریم که باز هم در جلسات آینده همدیگر رو بتونیم ملاقات کنیم و ببینیم و مشکلی از لحاظ حالا از میکنم مریضی پیش نیاد که وقفه‌ای در برنامه ها ایجاد بشه. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای فارسانی عزیز و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. ممنون منم از شما سپاسگزارم، گفتگو همیشه زیباست، در خدمتتون. و تشکر میکنم از شما بینندگان و کسانی که این برنامه ها رو دنبال میکنید. خب از جهت اینکه خسته نشید شما عزیزان و بتونید مفید باشه براتون و استفاده بکنید از این مباحث، کوتاه میکنیم گرچه میدونم مقداری امروز بیشتر طول کشید ولی سعی ما برای همون یک ساعت بودن برنامه هاست و امیدواریم که در جلسات آینده با جناب آقای فارسانی به نقاط بهتر و جاهای بهتری برسیم که بشه در جزئیات بیشتری صحبت کرد و این مسئله رو باز هم مورد بررسی قرار بدیم که آیا اسلام دین خشونت است یا رحمت. تا برنامه دیگر شما رو به مهمان خدای جهان می‌سپارم.
بدرود.